فروش اعضای بدن برای نان پدیده ای است که طی سالهای اخیر در ایران بسیار رواج یافته. شمار زیادی از مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و برای رفع بخشی از نیازهای خود اقدام به فروش اعضای بدن به ویژه کلیه در بازار سیاه می کنند. با وجود اینکه حتی مؤسسات رسمی در این باره گزارش منتشر کرده اند، اما مسئولان نظام ولایت فقیه اقدامی در راستای بهبود وضعیت و فقر زدایی نمی کنند و سیاستهای ناکارآمد گذشته همچنان اجرا می شود. سعید بهاری گزارش می دهد. آگهی های فروش اعضای بدن به ویژه کلیه در پیاده‌روهای شهرهای ایران و انتشار گزارش‌هایی از رکود فروش اعضای بدن در این کشور، وضعیتی که دلیلش شرایط سخت اقتصادی و گسترش فقر است. آمارها نشان از آن دارد که بیش از یک سوم مردم ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. نابسامانی اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی بسیاری از شهروندان ایرانی را بران داشت تا برای گذران زندگی خود به روش‌های غیر متعارف پناه ببرند. یکی از راه‌هایی که در سال‌های اخیر بیش از پیش شایع شده، فروش اعضای بدن به ویژه کلیه است. آن هم یا از راه دلالان یا از راه آگهی‌های بزرگ و کوچکی که در پیاده‌روها، روی باجه تلفن‌ها و در نزدیکی بیمارستان‌ها چسبانده شده است. کلیه برای فروش. این جمله به همراه شماره تلفن و گروه خونی تنها نوشته است که روی آنها وجود دارد. تقریباً هر روز تبلیغات جدیدتری هم اضافه می‌شود. چند سالی است که راه‌های ساده‌تری هم پیدا شده. آگهی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و از این راه می‌توان به راحتی خرید و فروش اعضای بدن را انجام داد. تبلیغاتی که پشت هر یک از آنها روایت هولناکی وجود دارد. داستان‌هایی از بیکاری، بدهی و غیره در کشوری که ناامیدی اقتصادی آن را احاطه کرده است. بر پایه گزارش‌ها قیمت اعضای بدن در این بازار متفاوت است. جوان بودن و بیماری نداشتن هم می‌تواند روی قیمت تأثیر بگذارد. تجارت نیوز در این باره گزارش داده، آنطور که برخی از آگهی‌ها نشان می‌دهد، قیمت کلی ممکن است بین 80 میلیون تا 350 میلیون تومان هم به فروش رود. وضعیت اقتصادی در ایران به گونه ایست که به گفته حسین بیگلری، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه، برخی از افرادی که قصد فروش کلیه دارند، قیمت‌ها برای حل مشکلاتشان کافی نیست. از همین رو به کشورهای همسایه همچون ترکیه و عراق می‌روند. همه این شرایط که پنهان هم نیست و از چشم هیچ شهروندی دور نیست، باعث نشده حاکمیت اقدام مؤثری برای بهبود شرایط اقتصادی انجام دهد. شرایطی که زایده مدیریت نادرست، ناکارآمدی، فساد گسترده و سیاست خارجی ماجراجویانه است. جهش بیش از پیش نرخ دلار، آن هم در شرایطی که قیمت این ارز در جهان رو به کاهش است، خود بهترین دلیل بر مشکلات شدید مدیریتی در نظام ولایت فقیه است. مدیریت ناکارآمدی که قبض هزینه اش را تنها مردم پرداخت می کنند. سعید بهاری، اخبار شیعه.